انجیل لوقا 4:18-19 یک اصول کلی رو داره به همه ما میگه. روح خداوند بر من است. آمین. زیرا که من رو مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم. ممنون. بعد عیسی مسیح داره میگه ما همه روح حیات داریم. آمین. ولی هر کس که مسیح ما میاره روح القدس داره. خب مسیح داره میگه از ابتدا میگه حالا دیگه شما با عیسی مسیح 100% انسان روبرو نیستید، تمام شد. عیسی مسیح 100% انسان، عیسی مسیح پسر مریم بود که شاگرد شوهر مریم بود که نجار بود. الان دیگه من پسر خدا هستم، الان دیگه من خدا هستم. خداوند داره با شما صحبت میکنه، میگه روح خدا بر من است. بله. و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی. بذار یه بار دیگه میخوام یه خورده بیشتر. گفت مرا مس کرده. میدونی که مس یعنی مأموریتی است و باهاش برکتی است که خدا به شخص میده، یعنی رسالتشو داره میگه. رسالت مسیح اینه که من و شما را آزاد کنه، به ما آرامش بده، قوت بده، هیچ کار دیگه. حتی میگه من داوری نمیخوام بر شما بکنم، اومده که به ما این آرامش و این نجات رو بده، این شادی رو بده. سهم من و شما الان اینجا همینه. حتی سهم عزیزانی که در آینده این برنامه رو میبینن این هست که از روح خدا پر از شادی بشن، پر از آرامش بشن، پر از قوت بشن. مشروط برای که بپذیریم، قبول کنیم. بله. دوباره از همون اول بخونم دوباره منظرم. زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم. خب بشارت یعنی خبر خوش. میدونیم چه خبر خوشی میخواد به ما بده مسیح؟ این هستش که من باری که باعث هلاکتم هست برداشته شده، اینک کنار من نه، درون من روح خدا میخواد قرار بگیره، مشروط برای اینکه به او اجازه بدم تا قوت من باشه. بله. و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم. شفایی که میده با خودش محبت میاد، خوشی میاد، سلامتی میاد، حلم میاد، مهربانی میاد، نیکویی میاد، ایمان میاد، تواضع میاد، پرهیزکاری میاد. آدرس اینا رو نمیدونم. آدرسش کجاست؟ غلاطیان 5:22 هستش. این ثمره روح هست. وقتی یک شخص مسیح ایمان میاره، شفا میگیره، با خودش نیز این محصولات رو خواهد آورد. بله. و اسیران را به رستگاری، رستگارمون که میکنه، امید به ما میده، اعتماد رو به ما میده، یقین 100% رو میده. ما مذهبی نیستیم دیگه، ما معتقد نیستیم، ما ایمان داریم. ایمان خود مسیح است که در وجود ما هست. آمین. بله. و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. آمین. و سال پسندیده خداوند موعظه کنم. آمین. آمین. بینایی میده، چرا که آگاهی روحانی و نیز بینش روحانی من زیاد خواهد شد، یعنی حکمت من زیاد خواهد شد. به من اون آزادی رو میده، یعنی اقتدار رو به من میده، و این که من بتونم نسبت به آن چه میبینم درست هست همت کنم، حرکت کنم. سال پسندیده خداوند یا سال یوبیل سالی هست که پس از گذشته 49 سال قوم اسرائیل، سال بعدی که 50 بود، نباید کشاورزا زمین رو کش میکردن و زمین باید دوباره اون قدرت خودش رو میگیره، و اگر محصولی هم داشت هر کسی میخواست استفاده کنه به اون مجانی میدادن. تمامی قرض دهندگان بخشیده میشدن، همه اسیران و بردگان میبایست آزاد شن، تمام اموال تصاحب شده میباید به صاحبان خودشون برمیگشت. پس سایه از ملکوت خدا رو داره تعریف میکنه که در موقعیتی هستش که بتونه انسان رو در یک شرط خوبی قرار بده. پس بنابراین در مسیر امید نهایی من، مهرجویی و خردجویی نیز اولویت هستش که من بتونم با اون امید حقیقی نیز زندگی کنم و در اون موقعیتی که حقیقتاً میتونه برای زندگی من خوب باشه قدم بردارم. از این رو هستش که کسانی که مهرجویان هستن از کلام خداوند این پند رو دارند که حتی دشمنان خودت رو محبت کن، چون من از محبت خدا پر میشم، بخشیده میشم، پس به راحتی میتونم ببخشم. پس وقتی من از محبت خدا پر میشم میتونم مهمان نواز باشم، میتونم حتی قریب نواز باشم،
به همون گونه که مسیح نیز این پند رو میده و نیز کوروش کبیر چه زیبا اعلام میکنه. زیباترین منش آدمی محبت اوست. پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن، که دوست را بزرگ میکند، دشمن را دوست میکند. و این عنصر آسمانی است که خداوند به توسط اون انسان رو آفریده. و ما بدون محبت خدا نمیتونیم قدمی برداریم. بریم با هم یه انجیل لوقا 19 از 1 الی 10 رو بشنویم. که سرگذشت کسی هست نداریم تو اون کاغذ، تو کاغذاتون نیستش. انجیل لوقا رو بیاریم 19 از 1 الی 10. مردم درست گفته باشه یا سرگذشت کسی هستش که مهرجو بود اما مهر حقیقی رو پیدا نکرد، توی اون موقعیت درست قرار نگرفت. از یک تا ده. پس وارد اریحا شده از آنجا میگذشت. عیسی مسیح وارد زندگی ایرانی ها داره میشه. اومدی اینجا، عیسی مسیح میخواد وارد زندگی تو بشه. نمیخواد فضولی کنه، نمیخواد دخالت تو کار کنه، تو را آزار آفریده، من را آزار آفریده. اون میخواد قوت ما باشه، حکمت ما باشه. اون میخواد اگر ما مهرجو هستیم، به دنبال حقیقت و محبت حقیقی هستیم، ما رو برای خودش کشف کنه. بله؟ کناگو شخصی زکی نام که رئیس باجگیران و دولتمند بود، خواست عیسی را ببیند که کیست و از کثرت خلق نتوانست، زیرا کوتاه‌قد بود. پس پیش دویده بر درخت چنار برآمد تا او را ببیند، چون که او می‌خواست از آن راه عبور کند. و چون عیسی به آن مکان رسید، بالا نگریسته او را دید و گفت: ای زکی، بشتاب و به زیر بیا، زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم. ممنون. زکی عملی را که انجام داد یک عمل مرسومی نبود، چون زکی یکی از افرادی بود که رسم و رسومی داشت و خیلی اونو میشناختن. درسته که پنهان میگفتن این آدم نجسه، ولی روبروشون جرأت نمیکردن، میگفتن، بهش احترام میذاشتن. ولی زمانی که مسیح میاد، اونقدر مشتاق دیدن مسیح بود که مثل بچه ها عمل میکنه و میره بالای درخت. کلام خداوند ما رو تشویق به این عشق میکنه، به محبتی میکنه که همچون کودکان بشیم. در غزل غزلها 8:6-7 خیلی زیبا میگه سلیمان که واقعا رابطه رو نسبت به انسان و خدا اونقدر باز میکنه که تصور خیلی از خوانندگان این هست که انگار رابطه زن و شوهر رو داره میگه، که از نظر خود من حتی اگر رابطه زن و شوهرم سلیمان گفته باشه بسیار زیبا گفته، اما اون داره در رابطه با انسان و خدا میگه. اعلام میکنه: عشق مرا مثل خاتم در دلت مهر کن و همچون بازوبند طلا بر بازویت ببند، زیرا محبت مانند مرگ نیرومند است. و همین باعث شد زکی به سمت مسیح بره، دیگه به فکر آبروش نبود. گاهی عزیزان هستن میگن ما بیایم کلیسا همه میفهم، نمیخوام کسی بفهمه. خب پس این عشق نیستش. چه کسی از یکی رو دوست داشته باشه بخواد این عشقش پنهان باشه؟ این سوء استفاده است، این عشق نیست. اگه کسی بخواد یکی سوء استفاده کنه این کارو میکنه. اگر عاشق یکی باشه داد میزنه، به همه میگه من اینو دوستش دارم. و اعلام میکنه: و مثل گور ترسناک است و شعله هایش مانند شعله های پرقدرت آتش با بیرحمی می سوزاند. آبها نمی توانند آتش محبت را خاموش سازند، حتی سیلاب ها قادر نیستند که آن را فرو نشانند. هرگاه کسی بخواهد که محبت را با دارایی و ثروت، زکی به دنبال این بود که با ثروتش، خیلی ها هستن مایلن با پول و ثروت عشق رو بخرن و تو این دنیا دارن میکنن، اما اون عشق نیستش. یه روزی اون خنجر خواهد شد، چرا که تو به خاطر پولت داری میری جلو، اما اون که عشقی نداره که نسبت به تو، اون به خاطر پولتو داره میاد. پولتو تا کی هست؟ ثروت و مقام تا کی هست؟ اعلام میکنه: محبت را با دارایی و ثروت خود به دست آورد، آن را خار و حقیر میشمارد. هر کسی که حتی بخواد از این واژه محبت استفاده کنه، اما به توسط پول،
قدرت و مقام نیز بخواد ازش استفاده کنه. بله لطفا. پس به زودی پایین شده او را به خرمی پذیرفت و همه چون این را دیدن هم همه کنان می گفتند که در خانه شخصی گناهکار به میهمانی رفته است. اما زکی برپا شده به خداوند گفت الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم. خیلی ممنون. زکی فکر می کرد خردمند هست، به خاطر عقل و خردش بوده ثروتمند شده، لذا به خاطر بی‌عدالتی به بی‌انصافیش بود که توانسته اون ثروتمند بشه. اما وقتی که مسیح رو ملاقات میکنه، توی این ملاقات یه اتفاقی میفته، حضور خدا و روح خدا بود که اونو لمس میکنه و چون اونو لمس میکنه، چون به دنبال مهرجویی بود، صاحب خرد نیست میشه، صاحب حکمت نیست میشه. ما این رو میبینیم در مردان خدا، در زنانی که وفادار تو کتاب مقدس برای خدا ایستادن، مانند یوسف که چگونه این حکمت رو داشت، ابراهیم که چگونه این حکمت رو داشت. بله؟ و اگر چیزی ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برابر به دور رد میکنم. واو، یعنی آنچه را که انجام میده بیشتر از اون چیزی بود که انتظار میرفته. زکی انجام میده، وقتی که خداوند قلب شخصی رو لمس میکنه، عقلش رو میذاره کنار، حکمت رو خدا رو میگیره، محبت خدا رو میگیره. از این رو هست مهرجویان مهرطلب نیستن، مهرجویان کسانی هستن که به دیگران مهر میبرزن. بله؟ عیسی به وی گفت امروز نجات در این خانه پیدا شد، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. آمین. آمین 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 آمین. در مکان که 16 میخوانیم که اعلام میکنه، خوب توجه کنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها میفرستم. هرگز قصد توهین نیست، این یک ضرب المثله داره مسیح اعلام میکنه. میگه شما که شاگرد من هستید، شاگردان من شدید، همش به هم نگاه میکنید، محبت کنید، محبت کنید، محبت کنید، حتما محبت کنید. اما محبتتون تغذیه کجاست؟ تغذیه مهرطلبا هستش یا تغذیه مهرجویان هست؟ اگه تغذیه مهرطلبان هستی، وارد کلیسا که افراد میشن، نگاه میکنن، میگن چرا به اون کمک نمیکنیم؟ چرا دست اونو نمیگیریم؟ چرا فلانی ماشین نداره؟ فلانی خونه نداره؟ چرا این چراغش اینجوریه؟ یه چراغ خوشگلتر بنازیم اینجا، نور قشنگتر باشه؟ چرا کشیش مثلا برفرض خونه نداره؟ اینا مهرطلبیه، چیز بدی نیست. اما مهرجویی میتونه با حکمت هست. دلسوزی اصلیه، چرا مردم ما هنوز نجات نداره؟ چرا ما ایرانی ها هنوز کلیسا نداریم؟ چرا هنوز ما داریم میبینیم که بین هموطنان ما، به خاطر اینکه یونیک هستن، تفاوت هستش، این همه سخنان و شایعاتی هستش که ایرانی ها با هم نمیتونن باشن؟ در صدد این هستیم که بتونیم صلح و آشتی رو جایگزین کنیم، نه چیزی که به من، احساسی که به من داده میشه. پس یک شخصی که مهرجو هست، شخصی هستش که درش حکمت هم هست. ما نمیتونیم، برای همین هست به این موقع هستش از آن نظر درست برم کلیسا رو ما میگن برسیم اینجا یک کاری بکنیم، از نظر درآمدی کلیسا خوب خواهد شد. میگن واقعا حرفش درسته، سخنانشون درسته، اما ما در جایگاهی هستیم که فقط و فقط باید از کی بشنویم؟ از خدا باید بشنویم. حتی برای کارهای نیکو، حتی برای درآمد باید از خدا بشنویم. هرگز هم نمیخوام بگم مذهبی باید فکر کنیم، نمیخوام این فکر رو بکنم که آره ما داریم کاری رو انجام میدیم که پیوسته باید هاللویا هاللویا آمین. اگه رسول رو دیدی، شخصیت رسول رو دیدی، رسول یه شخصیت مذهبی باشه، هر اتفاقی توی زندگی رسول میفته، شما تصور برای این بکنید که آره این کار خدا بوده، نه میتونه کارهای خراب خودش باشه. این هوشیاری باید داشته باشیم، نگاه ما نگاه مهربانی باشه، باعث بخشش بشه، باعث محبت بشه. شخصی میره یه خونه رو اجاره میکنه، وقتی که اون خونه رو اجاره میکنه، نگاه میکنه میگه سقف چقدر تکون میخوره و رو میکنه به ساختمون، میگه من نمیدونم چرا اینقدر این سقف تکون میخوره، خطر نداره، من میترسم. میگه نه، این داره ذکر خدا رو میکنه. میگه آخه ترس من از اینه که این ذکر یک دفعه به سجده برسه. گاهی هستش که ما تصورمون بر این هست که چون به مسیح ایمان آوردیم با چهار تا آیه
با 4 تا واژه مسیحی آشنا هستیم، ما در مسیر اراده خدا داریم قدم برمیداریم. غافل از این که من هر روزه باید از روح خداوند پر بشم، من هر روزه باید مطابق فیض خداوند نیز و آنچه که نیکوست نیز عمل کنم. بریم با همگی نکته 4 رو داشته باشیم لطفا. چگونه امید نهایی رو دریافت کنیم؟ مزمور 63 رو لطفا برید خودتون توی خونه بخونید. امروز عشای ربانی داریم، بسیار زیباست، نشون میده نویسنده با چه عشق و با چه تشنگی به حضور خداوند میره. میتونیم نکات بعدی هم داشته باشیم. امید نهایی برای مسکینان در روح و بینوایان در ثروت فقط خداست که به نام عیسی مسیح بر زمین تجسم یافت تا ایمانداران خیش را قوت و برکت بخشد. امید نهایی برای شکست دلان و رنج دیدگان فقط خداست که به نام عیسی مسیح بر زمین تجسم یافت تا ایمانداران خیش را تسلی و شادی بخشد. نکته 3، امید نهایی برای اسیران در گناه و دردمندان در جهان فقط خداست که به نام عیسی مسیح بر زمین تجسم یافت تا ایمانداران خیش را آزادی و شفا بخشد. و بالاخره نکته 4، امید نهایی برای مهرجویان، کسایی که به دنبال محبت حقیقی هستند، به دنبال مذهب نیستن، مهرطلبی نیستن، به دنبال این نیستن که من فقط اقامت دارم بگیرم، امیدوارم به کسی بر نخوره، برم همسرم رو حتی کلیسا بگیرم، برم بیزینس هم درست بشه، برم، به فکر محدودیت ها نیست، به فکر اینی که اومده خدا رو دریافت کنه. امید نهایی برای مهرجویان و خردجویان فقط خداست که به نام عیسی مسیح بر زمین تجسم یافت تا ایمانداران خیش را شفقت یعنی مهربانی کند به توسط مسیح و فتانت بخشد یعنی هوشیاری. میدانیم که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که مانند اول مانند مار هوشیار باشیم و بعد مانند کبوتر ساده باشیم، مهربان باشیم. پس این نکته رو نیز در نظر داشته باشیم. که ما فقط با مهرجویی میتونیم توی مسیر درست نیست قدم برداریم. در نامه کلوسیان 2:2-3 نیز اعلام میکنه، تفسیرش میگه که دعای من این است، اینو کلوس رسول داره به کلیسا میگه، دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمانهای نیرومند محبت در حضور خدا بودید. قبل از اینکه بیاید کلیسا، آیا در حضور خدا بودید برای کلیسا یا نه؟ آمین. برای کشه کسی در حضور خدا بودید آمین. یا نه؟ برای افرادی که میان در حضور خدا بودید آمین. یا نه؟ اینها ریسمان ها هست که همه دعا کنید. عزیزی رو دیروز من دیدم برای خواهش سپاری کسی رفته بودیم، ایشون اومد منو بغل کرد، گفت زمانی که شما دعا میکنید من و خانواده‌ام، وقتی ما تو تلویزیون هستیم دعا میکنیم، گفت من و خانواده‌ام می‌ایستیم و دستمون رو سمت تلویزیون میگیریم و شروع میکنیم برای مردم ایران دعا کردن. و این ریسمان ها هستش. یک بار دیگه اعلام میکنم، دعای من این است که همواره دلگرم باشید و به وسیله ریسمان های نیرومند محبت به یکدیگر بپیوندید، یعنی با دعا و با اطمینان واقعی و درک روشن به شناخت مسیح دست یابید، زیرا آن راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده است خود مسیح است. تمام گنجینه های حکمت و معرفت خدا در مسیح نهفته است. آمین. و از خداوند بخوام که این قوت رو به ما بده تا بتونیم در تمام این مشکلات، در تمام این سختی ها، در تمام این هستی بلندی ها نگاهمون به خداوند باشه و مطمئن باشیم که خداوند هرگز اجازه نخواهد داد که زندگی ما آسیب بخوره. شخصی که فروشگاه مواد خوراکی داشت متوجه میشه یک زنی از بیرون ویترین داره به این مواد خوراکی نگاه میکنه و با خودش داره صحبت میکنه، کنجکاو میشه و میره پشت سرش وای میسه، میبینه که داره میگه خدای تو که میدونی من بچه هم گرسنم، الانم پول ندارم، الان احتیاج داشتم مثلا اون برنج و اون روغن و خدا من، ولی من میدونم تو من میدی، من میدونم خدا من تو اجازه نمیدی بچه های من گرسنه باشن اینا. این وقت اینو متوجه میشه، میشنوه، میره توی فروشگاه میشینه، کارگرش صدا میکنه،
میگه برو اینو تعقیبش کن ببین کجا میره. وقتی تعقیبش میکنه در میگرده، این شخص هم اصلا خدا رو قبول نداشته و به جای محبت میخواسته بهش یه درس دیگه بده. میگه ببین یه کیسه رو برنج برمیداری، اون روغن رو برمیداری، اون رو برمیداری، همه رو میری میری به این خانم، اگر گفت کی اینو به تو داد، میگی شیطان داد، که اینقدر این دنبال خدا نباشه، خدا خدا داد. میره و وقتی که میرسیم اونجا خوراک رو میگیره اینا، بعد میگه اینا رو کی داده؟ میگه شیطان. میگه خدای قربونت برم شکر که تو برای محبت کردن حتی از شیطان هم یه موقع استفاده کردی. ما میدونیم که حقیقتا خداوند انسان رو آفریده برای محبت. خدا انسان رو آفریده تا بتونه در مسیر همون مهرجویی تعلیم بگیره و به شباهت اون بشه. از این رو تو هر مشکل و در هر سختی که هستی با ایمان بیست که خداوند اونجا درس جدید و برکت جدید خواهد به تو بشه. بریم با هم یه آخرین پایه رو نیز بشنویم. ممنون میشه. زیرا که ما نیز سابقاً بی‌فهم و نافرمانباردار و گمراه و بنده انواع شهوات و لذات بوده، در خبث و حسد به سر می بردیم که لایق نفرت بودیم و بر یکدیگر بغض می داشتیم. لکن چون مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا ظاهر شد، نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بودیم، بلکه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولد تازه و تازگی که از روح القدس است، که او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات دهنده ما عیسی مسیح، تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی. آمین. 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 آمین.